دادگاه علنی رسیدگی به اتهامات جمعی از فعالان سیاسی و تعدادی از متهمان حوادث و اختشاشات اخیر صبح امروز در شعبه 15 دادگاه انقلاب در مجتمع قضایی امام خمینی تهران آغاز شد. در ابتدای جلسه صبح قاضی سلواتی رئیس دادگاه اعلام کرد علاوه بر کیفرخواست عمومی برای هر یک از متهمان کیفرخواست جداگانه ای صادر شده است که به ترتیب رسیدگی به اتهامات متهمان قرائت می شود. سپس آقای عبدالرزا محبتی معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران متن کیفرخواست دادستانی علیه متهمان پروژه شکست خورده کودتای مخملی را قرائت کرد در این کیفرخواست با تشریح مبانی و چگونگی عملیات سه شاخه اصلی کودتای مخملی یعنی شاخه فکری، شاخه رسانهی و شاخه اجرایی و مجموعه های مرتبط با این شاخه ها آمده است اسناد نشان میدهد بسیاری از فعالان در این پروژه به خوبی میدانستند که در انتخابات تقلبی نشده است اما در منزل برخی متهمان و ستادهای انتخاباتی اسناد جلی با هدف القای اتهام تقلب و تشویش از خانه عمومی به دست آمده است که نشان میدهد از مدتها قبل از انتخابات بر روی این پروژه کار گسترده ای شده است معاون داستان عمومی و انقلاب تهران در ادامه که فرخواست تاکید کرد در اجرای پروژه کودتای مخملین اعتراض جمعی از مردم با برنامه و سازماندهی قبلی به سوی اختشاش هدایت شد در حالی که ما معتقدیم حساب این اعتراضات با برنامه ریزی قبلی برای اختشاش کاملا جداست. معاون داستان عمومی و انقلاب تهران افزود این بخش از کیفرخواست به اقدامات شماری از فعالان سیاسی و طراحان و هدایتگران پروژه کودتای مخملی برمیگشت. آقای عبدالرضا مجتبا سپس در بخش دوم کیفرخواست با اشاره به حضور تعدادی از متهمان به شرکت فعال در اختشاشات اخیر گفت اقدام علیه امنیت ملی از طریق حمله به مراکز نظامی و انتظامی ضرب و معموران و نگهداری و استفاده از سلاح و مهمات جنگی از جمله اتهامات کسانی است که به عنوان اختشاشگر در دادگاه حضور دارند. جلسه صبح دادگاه با دفاع تعدادی از متهمان ادامه یافت. آقای ابتهی از فعالان سیاسی در دفاعیات خود کلیات کیفرخواست را پذیرفت و گفت: باید درباره برخی از مسائل مطرح شده توضیحاتی بدهم. ابتعی افسود انتخابات چهل میلیونی افتخاری برای کشور بود که متاسفانه با برخی توهمات و الغای تقلب در انتخابات به آشوب و اختشاش کشیده شد. وی با اشاره به برخی جلسات و همفکری های برخی گروه ها قبل از انتخابات تاکید کرد همه می دانستیم تقلب آن هم در این ساعت اصولا امکان ندارد اما تقلب به عنوان اسم رمز آشوب ها انتخاب شد تا در پناه آن بتوان حضور سازماندهی شده در خیابان را تمرین کرد و سپس به لشکرکشی در خیابان ها پرداخت. ابتعی با به انگیزه های مختلفی که باعث به وجود آمدن مشکلات اخیر شد افسود، اصلاح طلبان در انتخابات فقط صدای بخشی از مردم شمال شهر را شنیدند و دچار توهم بزرگی شدند. ابتایی گفت من طرفدار ریاست جمهوری احمدی نژاد نبودم اما باید واقعیات انتخابات را پذیرفت و به رأی مردم تمکین کرد وگرنه نظام واقعا دچار مشکل و آسیب می شود. در ادامه جلسه دادگاه آقای اتریان عضو کارگزاران به دفاع از خود پرداخت. اتریان فر با رد ادعای تقلب در انتخابات گفت هیچ کس شکی ندارد که تقلب در این میزان امکان پذیر نیست آن هم جلوی چشم 400 هزار معتمد و صدها هزار ناظر اطریان فر افسود امام بارها می گفت حفظ نظام از اوجب واجبات است چرا این مسئله در این انتخابات نادیده گرفته شد و با برخی ادعاها و تندرویها برای کشور مشکل آفرینی شد دادگاه حدود ظهر پایان یافت و ادامی آن به بعد مکول شد.